درود بر شما دوستان عزیز، به هکسوفان خوش اومدین. ما توی این ویدیو قصد داریم 10 فیلم برتر جهان رو بهتون معرفی کنیم، پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. اولین فیلم، دستگاهی در شاوشن. این فیلم امتیاز 9.3 رو از 10 در IMDb کسب کرده و مردم به اون 2,107,799 رای دادن. رستگاری در شاوشنگ اثر درخشان فرانک درابان کارگردان آمریکایی است. نویسنده آن استیفن کینگ، نویسنده معروف رمان‌های وحشت و جنایی است. ژانر فیلم درام در نظر گرفته شده. بودجه استفاده شده برای این فیلم 25 میلیون دلار بوده. فروش جهانی فیلم رستگاری در شاوشنگ 58 میلیون و 500 هزار دلار هستش. داستان فیلم در اوایل قرن 20 و در آمریکا می‌گذره. مردی به نام اندی با بازی تیم رابینز به عنوان یه بانکدار سابق و به جرم قتل همسرش به حبس ابد محکوم میشه و او که همواره این اتهام رو رد میکنه به دنبال راهی برای فرار از زندانه و سرانجام هم نقشه ماهرانه با همکاری همبندش رد با بازی درخشان مورگان فریمن و البته جلب اعتماد مسئولان زندان موفق به این کار میشه. دومین فیلم از لیست منتخب‌های سایت IMDb قسمت نخست فیلم پدرخوانده است. این فیلم امتیاز 9.3 از 10 را در IMDb کسب کرده و مردم به اون 1,447,115 تا رای دادن. پدرخوانده شاهکار فرانسیس فورد کاپولا است و بر اساس رمانی به همین نام از ناریا پوزو که در سال 1969 نوشته شده ساخته شده. ژانر فیلم کلاسیک جنایی و داستانی در نظر گرفته شده. بودجه استفاده شده برای این فیلم 6 میلیون دلار بوده است. فروش جهانی فیلم پدرخوانده 1 245,066,411 دلار است. موضوع فیلم با بازی درخشان مارلون براندو، رابرت دنیرو و الپاچینو به سال 1940 در شهر نیویورک بازمی‌گردد. جایی که ویتو رئیس پرنفوذ و قدرتمند یکی از باندهای جنایت و بزرگ یک خانواده مافیایی است و اتفاقا رابطه محکم و احساسی با خانواده و پسرش داره. سومین فیلم از لیست IMDb شوالیه تاریکی است. این فیلم امتیاز 9 را از 10 در IMDb کسب کرده و مردم به اون 2,073,955 تا رای دادن. شوالیه تاریکی اثر کارگردان مشهور آمریکایی کریستوفر نولان است و نویسندگان آن جوناتان نولان و کریستوفر نولان هستند. ژانر فیلم اکشن، جنایی و غم‌انگیز در نظر گرفته شده. بودجه استفاده شده برای این فیلم 185 میلیون دلار بوده. فروش جهانی آن 1,204,558,444 دلار بوده است. شوالیه تاریکی که در سال 2008 ساخته شده در حقیقت دنباله فیلم بتمن آغاز می کند است که بر اساس داستانهای شخصیت بتمن در کتابهای تصویری ساخته شده و یکی از بهترین فیلمهای ابرقهرمان تاریخ سینما تا کنون است. کریستیان بیل، مورگان فریمن و هیث لجر از جمله مشهورترین بازیگران شوالیه تاریکی هستند. چهارمین فیلم پدرخوانده 2. به دنبال موفقیت بی‌نظیر پدرخوانده 1، پدرخوانده 2 هم در سال 1974 ساخته شد و در لیست بهترین فیلم‌های تاریخ سینما در جایگاه چهارم قرار گرفت. این فیلم امتیاز 9 را از 10 در IMDb کسب کرد و مردم به اون 1,006,111 تا رای دادن. در پدرخوانده 2 حالا دیگه پسر بزرگ خانواده یعنی مایکل با بازی الپاچینو زمام امور رو در دست گرفته و داستان فیلم به طور موازی به زندگی مایکل کورلئونه قبل از انقلاب کوبا و زندگی پدرخوانده یعنی ویتو کورلئونه، مهاجرت او از سیسیل به آمریکا و چگونگی رسیدن او به قدرت رو نشون میده و اینکه مایکل چگونه در دادگاه به دفاع از خود در مقابل اتهامات میپردازه. پنجمین فیلم، ارباب حلقه ها بازگشت پادشاه. این فیلم امتیاز 8.9 از 10 رو در IMDb کسب کرده
و رأی مردم به اون 1,500,419 تا بوده. ارباب حلقه ها اثر پیتر جکسون است و نویسندگان اون ویلیام والش، پیتر جکسون، فیلیپا بوینز هستند. ژانر فیلم حماسی و تخیلی با حضور موجودات عجیب غریبه. بودجه استفاده شده برای این فیلم 94 میلیون دلار بوده و فروش جهانی اون 1,119,929,521 دلار بوده. ارباب حلقه ها بازگشت پادشاه محصول سال 2003 موفق ترین قسمت از سری فیلم های ارباب حلقه هاست که موفق به دریافت 11 جایزه اسکار شده است. ششمین فیلم پالپ فیکشن، داستان عامه پسند. این فیلم امتیاز 8.9/10 رو در IMDb کسب کرده و مردم به اون 1,648,367 رأی دادن. پالپ فیکشن اثر درخشان کوئنتین تارانتینو، کارگردان مشهور آمریکایی است. نویسندگان اون کوئنتین تارانتینو، روگر اوری و با بازی‌های درخشان جان ترابلتا، ساموئل ال و جکسون در سال 1994 میلادی به عنوان یکی از آوانگاردترین فیلم‌های آمریکایی تا به امروز شناخته شده. ژانر فیلم اکشن، درام و جنایی در نظر گرفته شده. هفتمین فیلم فهرست شینلر. این فیلم امتیاز 8.9/10 رو در IMDb کسب کرده و مردم به اون 1,093,359 تا رأی دادن. استیون اسپیلبرگ، کارگردان مشهور آمریکایی، با فهرست شینلر در سال 1993 7 جایزه اسکار را به ویترین افتخارات خودش اضافه کرد. نویسندگان این فیلم توماس کنیلی و استیون بودند. ژانر فیلم درام، زندگی نامه در نظر گرفته شده. بودجه استفاده شده برای این فیلم 22 میلیون دلار و فروش جهانی اون 221 میلیون دلار بوده است. فهرست شینلر با بازی لیام نیسون روایت واقعی و پرماجرای زندگی یه تاجر آلمانی مسیحی به نام اسکار شینلر است که بعد از شکست لهستان از آلمان در جریان جنگ جهانی دوم با نازی‌ها همکاری می‌کند و در جریان یک سری اتفاقات پرتنش و پرفراز و نشیب زندگیش دچار تحول میشه. هشتمین فیلم 12 مرد خشمگین. 12 مرد خشمگین به کارگردانی سیدنی لومت نامزد 3 جایزه اسکار شد و خرس طلایی جشنواره فیلم برلین را از آن خود کرد. نویسنده این فیلم رگینالد روس و بازیگران اصلی آن هنری فوندا، لیجی کوبیبی، مارتین بالسام، ایدی بگلی هستند. ژانر فیلم درام و جنایی در نظر گرفته شده. بودجه استفاده شده برای این فیلم 350 دلار بوده است و فروش جهانی اون 4,360,000 هست. داستان فیلم درباره 12 مرد در هیئت منصفه دادگاه است که در زمان تنفس و قبل از اخذ رأی نهایی دور هم جمع میشن. همه اعضا موافقن که مظنون گناهکار است، اما یکی از اعضای هیئت منصفه به نام دیوید با این رأی موافق نیست. سایر اعضا کنجکاو میشن که چگونه دیوید در این مورد مشکوک است و او دلایل خود را توضیح میده. نهمین فیلم تلقین. این فیلم امتیاز 8.8/10 رو در IMDb کسب کرده و مردم به اون 1,847,648 رأی دادن. تلقین اثر درخشان کریستوفر نولان است و بازیگر اصلی این فیلم لئوناردو دیکاپریو است. ژانر فیلم علمی تخیلی و هیجان انگیز در نظر گرفته شده. بودجه استفاده شده برای این فیلم 160 میلیون دلار بوده. فروش جهانی این فیلم 825,532,764 دلار تا سال 2011 بوده است. فیلم تلقین داستان مردی به نام دان کاپ با بازی لئوناردو دیکاپریو را روایت می‌کند که از توانایی‌های خاصی برخورداره. او یه سارق ماهر اطلاعات سری سازمان‌های جاسوسیه، به طوری که می‌تونه ذهن افراد رو هنگامی که خوابن از اونها برباید و همه چیز رو راجع به کاری که قرار است انجام بدن بدونه. اینم موجب میشه کاپ تحت تعقیب قرار بگیره و
ولی به او یه فرصت داده میشه که باید تلقین کنه و در ذهن افراد ایده های نو جدید به کار ببره. دهمین فیلم باشگاه مشتنی 1999. این فیلم امتیاز 8.8 رو از 10 در IMDb کسب کرده و مردم به اون 1,685,106 تا رأی دادن. باشگاه مشتنی اثر دیوید فینچر و نویسندگان آن چاک و جیم هستن. بازیگران اصلی این فیلم ادوارد نورتون و براد پیت هستن. ژانر این فیلم درام در نظر گرفته شده. بودجه استفاده شده برای این فیلم 63 میلیون دلار بوده و فروش جهانی اون 71 میلیون دلار بوده. داستان فیلم باشگاه مشتنی از آنجا تصویر کشیده میشه که یه مرد افسرده با بازی ادوارد نورتون که از بیماری بیخوابی رنج میبره با یه فروشنده صابون که مردی عجیب غریبه به نام تایلر با بازی براد پیت آشنا میشه. او خانه خود را به کلی نابود میکنه و با تایلر تصمیم میگیرن یه باشگاه زیرزمینی افتتاح کنن، البته با قوانین سخت گیرانه و مبارزات سنگین مشتنی با مردان دیگری که از زندگی روزمره خسته شدن. ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. اگر خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرتون رو راجع به این ویدیو برای ما کامنت بذارید. راستی با سابسکرایب کردن چنل هکسوفان از ویدیوهای بعدی ما نیز با خبر باشید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.